دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد، مغز جوان و تنی سالم داشته باشید. مدتی هست، البته بعد از جنگ حماس و اسرائیل، ما خیلی کم رنگ شدیم روی صفحه یوتیوب و فیسبوک، ولی دلیل اساسیش این بود که خبرهای مهمتری بود و تحلیل‌های مهمتری بود، از ما بهتران بودن، خبرهای مفصل‌تری در اخبار بود و ما هم داشتیم با دوستان مشورت می‌کردیم که چه کارهایی باید انجام بدیم و در این مدت اتفاقات متعددی افتاد. یکی از اتفاقاتی که افتاد این بود که کانال تلویزیونی من و تو خبر رسید که مشغول تعطیل کردنش است. واقعیت اینه که خیلی از کانال‌های تلویزیونی خارج از کشور دو تا مشکل بسیار اساسی دارن، یا اینکه بودجهشون نامشخصه، معلوم نیست از کجا میاد، و دومی مسئله اینه که اگر بودجهشون هم مشخصه مثل کانال بی بی سی یا صدای آمریکا، اینا وابسته به دولت‌هایی هستن که تابع اون دولت‌ها هستن و معمولاً با وجود اینکه حرفه‌ای دارن کار میکنن و بی‌طرفی رو دارن حفظ میکنن، معمولاً بالاخره تحت وابستگی اون کشورهایی هستن که درش وجود دارن. ما تعداد بسیار زیادی ایرانی در خارج از کشور داریم و احزاب مختلف، گروه‌های مختلف با دیدگاه مختلف. ما هممون آرزو داریم که در آینده ایران کشوری دموکراتیک داشته باشیم. آرزو داریم که در آینده ایران کشوری رو داشته باشیم که دولتش خدمت بکنه به مردمش. ببینید، تصور رایجی که الان ما معمولا از دولت داریم، دولت قداره، دولتیه که ما رو به سربازی میبره، دولتیه که از همون مالیات میگیره، دولتیه که ممنوعیت ها برامون میگذاره، دولتیه که مثلا میگم سرعت غیرمجاز رو در اتوبان ها تعیین میکنه. دولت قداریه، دولتی است که خدمات نمیرسونه اونجوری که مثلا باید خدمات برسونه، خدمات نمیرسونه. مثلا سیستم بهداشت درمانش بهترین سیستم بهداشت درمان موجود در جهان نیست، سیستم آموزشیش سیستم آموزشی حرفه‌ای نیست. مثلا مدارس غیر انتفاعی داریم، مدارس انتفاعی داریم و دانشگاه آزاد داریم، دانشگاه سراسری داریم، و واقعیت اینه که دولت اون خدماتی رو که بخواد برسونه به مردم نمیرسونه. و برعکس کشورهای کاپیتالیستی که اونا هم معمولا این خدمات رو به مردم نمیرسونن، حداقل بالاخره اون دولت کوچک نیست که دخالت در امور نکنه، در همه امور دخالت میکنه، حتی در لباس پوشیدن، در موسیقی گوش دادن، در زندگی شخصی، در ازدواج، در طلاق، در همه چی دخالت میکنه. دولتی که در همه چیز ما دخالت میکنه. برای ما که در خارج از کشور زندگی میکنیم، ایران به غیر از خاطراتی که از گذشته برای ما هست و فامیل هایی که در ایران داریم و دوستان دوره کودکی که در ایران داریم، چیزی دیگه ای نداره. یعنی چطور بگم، یعنی جاذبه دیگری نداره به غیر از اون تفکری که در ذهنمون هست به عنوان خاطره که ما مثلا ایرانی هستیم. ببینید، دولت پهلوی سعی کرد با اون گرایش پان ایرانیسمی، با اون گرایش کوروش کبیر، با اون گرایشی که مثلا ایران باستان، جشنهای 2500 ساله، با زبان مشترک فارسی سعی کرد یک دولت ملتی رو درست بکنه در جامعه ایران که متاسفانه به نتیجه نرسید. دولت جمهوری اسلامی هم آمد این دولت ملت رو بر اساس دین و بر اساس مذهب تشیع خواست درست بکنه که متاسفانه اون هم به نتیجه نرسید. یعنی ما چیزی رو که از دولت داریم یک چیز بیگانه است، یک چیز، یک تصور بیگانه است نسبت به ما، یک چطور بگم، جلال و جبروتی که به غیر از سرکوب کردن ما، زندان رفتن ما، چه میدونم شکنجه کردن، ممنوعیت از تحصیل، ممنوعیت از کار، نمیدونم دین رو محدود کردن، مثلا بهائی‌ها رو محدود میکنن، مثلا زبان‌ها رو محدود میکنن، زبان مادری تدریس نمیشه، یا اینکه فعالیت های سیاسی مختلف ممنوع میشه، و به این شکل ما فقط از دولت یک چیزی داریم به عنوان دولتی که جبروت داره و این جبروتش رو برعکس اینکه برای خدمت به مردم بیاد پیاده بکنه، داره برای سرکوب و برای از بین بردن اون احساسات انسانی ما داره به کار میبره.
بالاخره دولت باید یک چیزی رو به ما بده. الان ادعا میکنه که امنیت میده، ولی واقعیت اینه که ما امنیتی هم نداریم. از لحاظ اقتصادی وضعیتمون بسیار بده، یعنی چیزی که در ایران داریم وضعیت اقتصادی بسیار بدی هست. بهترین دانشگاه های ما در ریتینگ و در اون دستبندی دانشگاه های جهانی رتبه آنچنانی نداره. فرار مغزهای بیش از حدی در ایران داریم. فقر و فحشا داره غوغا میکنه. و واقعیت اینه که ایرانیای خارج از کشور هم تقریبا هر کس دنبال زندگی شخصی خودشه. من با خیلی از دوستان ایرانی بحث میکنم، میبینمشون، باشون مراوده دارم. متاسفانه شاید 1% یا 2% اون عرق سیاسی رو داشته باشه، اون پشتکار سیاسی رو داشته باشه و اون علاقه سیاسی رو داشته باشه که دنبال وضعیت سیاسی بیفته، دنبال فعالیت سیاسی بیفته، بخواد کار فکری بکنه، بخواد کار تشکیلاتی بکنه. باید این دیدگاه رو عوض بکنیم. برای من خلیلی که در فنلاند دارم زندگی میکنم، دولت خیلی، دولت ایران شکل و شمایلش، وضعیتش خیلی برای من فرق نمیکنه. من اگر واقعا اگه دنبال سیاست نیفتم، اگر مثلا مخالفت جمهوری اسلامی رو نکنم، خیلی راحت میتونم هر سال برگردم ایران، برم سر بزنم به خانوادم، بدم دوستانم رو ببینم. مشکل خاصی ندارم. خیلی از ایرانیایی که در اینجا هستن مشکل خاصی ندارن، زندگی خودشون رو میکنن، درآمد خودشون رو دارن اینجا، اگر دلشون بخواد تحصیل میکنن اینجا، اگر دلشون بخواد بیزینس برای خودشون درست میکنن. درصد بسیار کمی از ایرانیای خارج از کشور مشکل دارن. اونا هم طبق قوانین خود جمهوری اسلامی میتونن بیان تواب بشن، بیان اماننامه بگیرن، تواب بشن، برگردن ایران و مطمئنن مشکل خاصی براشون پیش نمیاد، برای خیلی هاشون. ولی واقعیت اینه که ما باید یک راه دیگه پیدا بکنیم، یک راهی که بخواد دولت رو جذاب بکنه برای ما و چیزی به ما بده. اون چیزی که ما داریم دنبالش میگردیم و داریم از دوستان تقاضا میکنیم که با ما همکاری بکنن، با ما هم فکری بکنن، با ما به اصطلاح به ما مشورت بدن، با ما کار بکنن، این است که بیایم اون دولت خدمتگزار، اون تفکر خدمتگزاری، اون دولت من رو به ما بده، اون چیزی رو که ما از دولت میخوام، یعنی اون کرامت انسانی رو به ما بده که در جایی که میریم به عنوان یک ایرانی افتخار بکنیم. الان به عنوان یک ایرانی موندیم افتخار بکنیم یا نکنیم. مثلا الان جنگ حماس و اسرائیل، اگر تندروهای فلسطینی رو در نظر بگیریم، در بعضی از قسمت‌ها مثلا میشه افتخار کرد که ما ایرانی هستیم و مثلا به حماس کمک کردیم و فلان و بهمان، ولی از طرف دیگه نمیتونی اینو ادعا بکنی، چون ممکنه برگرده بگی که ایرانی‌ها خیانت میکنن و به اصطلاح نصف کار حماس رو جا گذاشتن. یعنی وضعیت ما به حدی در از لحاظ دیدگاهمون نسبت به دولت بده که نمیدونیم کجا باید چه چیزی رو عنوان بکنیم. کوروش کبیر رو وقتی عنوان میکنیم، خب تاریخ ما همش که کوروش نیست، چیزای دیگه هم در تاریخ ما بوده که نمیتونیم بهش هم افتخار بکنیم، کارهایی بوده که ما نمیتونیم هم بهش افتخار بکنیم. بالاخره اون تپه هایی که از سرای بریده شده مخالفین رو، چه در دوره قاجار و چه در دورهای پیشین و چه میدونم در حمله نادر به هند و نمیدونم در نقشی که مثلا ما در مستعمره شدن هند مثلا با حمله‌ای که به هند داشتیم و اینا رو وقتی که بررسی میکنیم خیلی هم جای افتخار نداریم. به هر حال باید دوره هم جمع بشیم و یک به اصطلاح تشکیلاتی رو درست بکنیم که این تشکیلات ما رو به کرامتمون برسونه. یعنی در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم. این که در گذشته ما آدم‌های مفتخری بودیم، مثلا امپراتوری‌های بزرگی داشتیم، اولین عهدنامه جهانی حقوق بشر رو نوشتیم، اینا مال گذشته است. باید دیگه یواش یواش از گذشته بیایم بیرون، وارد حال بشیم، وارد حال بشیم و در این حال بخوایم جوری با هم دیگه برخورد بکنیم که تأثیر داشته باشه برای آیندهمون، بتونیم بچه‌هامون رو دور این تفکر جمع بکنیم. مثلا بچه من چه مزیتی داره اگر بگه من ایرانی هستم؟ ایرانی بودن چه چیزی رو بهش میده؟ خب این سیتیزن فنلاند رو داره، زبان فنلاندیش بسیار بهتر از زبان فارسیشه،
دوستانش همه فنلاندی هستن، در اینجا بزرگ شده، در اینجا به دنیا اومده، در اینجا داره درس میخونه، مطمئنا در اینجا کار پیدا خواهد کرد. خیلی خیلی اگر اتفاق براش بیفته اینه که ممکنه در چند سال یک بار بره مثلا پدر بزرگ و مادر بزرگش رو ببینه، یا عموهاش و داییاش و عموهاش و خالهاش رو ببینه، یعنی به عنوان یک توریست بره به ایران، چیزی براش مهم نیست. یعنی اون عرقی که من ممکنه در مورد ایران داشته باشم اون نداره. باید یه چیزی به اینا بدیم که به اینا بگیم که دوستان شما ایرانی هستید، بیاید دور این جمع بشید. پیشنهاد من برای این کار این بود که بیایم و ما تشکیلاتی رو درست بکنیم. حالا من اینو به زبان کردی به عنوان دولت ما در تبعید کردستان بیان کردم، اینو به صورت خلاصه در برنامه قبلی که با آقای مهری به صورت زنده داشتیم بحث کردم و الان میخوام یه خلاصه‌ای در این مورد به شما هم اینجا بگم و امیدوارم که دست به دست بکنید، به آدمایی برسه که لازمه به دستشون برسه و بتونن همکاری بکنن. ببینید، ما دیدگاه مختلفی داریم، اقوام مختلفی در جامعه ایران زندگی میکنن، دیدگاه سیاسی مختلفی در جامعه ایران هست، مذاهب مختلفی در جامعه ایران هست، بالاخره مشکلات مختلفی در جامعه ایران هست. مشکلات بلوچستان با مشکلات کردستان ممکنه در بعضی از مراحل در بعضی نکات مشترک باشه، ولی در بعضی نکات واقعا با همدیگه متفاوته. مشکل زبان مادری ممکنه مثلا برای ترک ها بسیار حادتر از کرد ها باشه، که چرا که کرد ها مثلا زبانشون به زبان فارسی نزدیکتره. ولی ما باید سیستمی رو پیاده بکنیم که در این سیستم، سیستم دموکراتیکی باشه که ما همه بتونن در اون خودشون رو ببینن، خودشون رو پیدا بکنن. پیشنهاد من اینه که حداقل در خارج از کشور، ایرانی های مقیم خارج از کشور، سعی بکنیم یک تشکیلاتی درست بکنیم و این تشکیلات متشکل از همه ایرانی هایی باشه که در خارج از کشور هستن. چرا برای ایرانی های خارج از کشور؟ به دلیل اینکه می توانند در خارج از کشور با سیستم بانکی که در کشورهای پیشرفته دنیا هست در انتخابات شرکت بکنن و خودشون رو با سیستم بانکی بشناسن. ما در فنلاند سیستمی رو داریم که وقتی میخوایم جایی ثبت نامی بکنیم، کاری بکنیم، برای اینکه خودمون رو بشناسونیم با کد اینترنتی بانکیمون وارد میشیم و اون موقع ما چون قبلا با پاسپورت یا با کارت شناسی معتبری یه حساب بانکی باز کردیم، بانک ما رو میشناسه. از لحاظ دیجیتال ما میتونیم این رو در انتخابات بالاخره پیاده بکنیم. این تا وقتی که ما برگردیم به ایران، ایران یک حکومت دموکراتیک داشته باشه. پیشنهاد من این است که یک مجلس از همه کسایی که در فعالیت سیاسی هستن تشکیل بدیم، مجلس چند صد نفری، میشه در اساسنامه بهش پیشبینی کرد. همه ایرانی ها ببخشید، همه ایرانی هایی که عضو به اصطلاح این تشکیلات هستن باید به این تشکیلات مالیات بدن، درصدی از درآمدشون رو مالیات بدن. ببینید، برای این که من امسال مالیات میدم، من امسال جزء این تشکیلات بشم، پیش بینی من اینه که مثلا هر سال مثلا در عید نوروز، اون 15 روز نوروز تا 13 به در، کسایی که میخوان وارد این تشکیلات جدید بشن ثبت نام بکنن، وارد بشن و هر سال بخوان هر ماه ماهانه مالیات بدن. همه ایرانیایی که عضو هستن و مالیات میدن میتوانن در انتخابات شرکت بکنن. میشه دولت موقتی رو تشکیل داد، دولت پارلمانی، به این شکل که احزاب و گروه های مختلف مثلا سلطنت طلب ها لیست خودشون رو بدن، مثلا حزب سوسیالیست، مثلا حزب دموکرات، مثلا حزب پان ایرانیسم، مثلا حزب پان ترکیسم، حزب چه میدونم جدایی طلب کردها، هر کدوم از اینا بیان و لیست خودشون رو بدن و به درصد آرایی که در میارن در پارلمان نقش داشته باشن. مثلا حزبی که 5% داره، 5% پارلمان، باید حداقل یه حداقل مینیمم داشته باشیم. مثلا پیشنهاد 2% یا 3% رو میکنم که حزبی که وارد پارلمان میشه حداقل باید 2% یا 3% رأی ها رو به خودش اختصاص بده. بعد به صورت نخست وزیری اداره بشه این دولت موقت، کسایی که به اصطلاح بتونن 50% به علاوه 1% از آرای پارلمان رو به خودشون اختصاص بدن، دولت موقت رو تشکیل بدن، دولت رو تشکیل بدن.
نخست وزیر رو تشکیل بدن، نخست وزیر اعلام بشه در اون شرایط. یک قوه قضاییه داشته باشیم که بر اساس قوانین مترقی اروپایی قضاوت بکنه اگر اختلافی بین اعضا پیش آمد و اگر نتوانست به نتیجه برسه، اگر به اصطلاح سیناف رفت به دادگاه های محلی رجوع بکنیم، مثلا اگر اتفاق در فنلاند افتاده به دادگاه فنلاند رجوع بکنیم. یعنی یک پارلمان داشته باشه، یک دولت داشته باشه که از طریق پارلمان، سیستم پارلمانی انتخاب شده باشه، کسایی که 50% و 1% آراء، 50% به علاوه یک، یعنی کسانی که 50% و 1 نفر بیشتر رو دارن بتونن اونجا پارلمان دولت رو تشکیل بدن و قوه قضاییه مستقلی که میشه در اساسنامه پیش بینی کرد. 50% اون مالیاتی که از ایرانی ها جمع میشه این صرف کارهای سیاسی بشه، صرف کارهای لوبیگری بشه، مثلا اعضای پارلمان باید حقوق بگیرن، اعضای قوه قضاییه باید حقوق بگیرن، اعضای دولت باید حقوق بگیرن که اینا بتونن به اصطلاح واقعا تمام وقت کار سیاسی بکنن. مثلا سلطنت طلب ها بتونن رأی بیارن و بیان اونجا، اگر واقعا درصد آرای زیادی از مردم سلطنت طلب ها رو دوست داشتن، دولت رو بدن دست سلطنت طلب ها برای یه مدت محدودی، ببینیم چیکار میکنن تا وقتی که برمیگردیم به ایران. حالا هر دوره انتخابات مثلا مشخص بشه، 4 سال یک بار انتخابات میشه، 3 سال یه بار انتخابات میشه، اساسنامه رو به این شکل اساس تشکیل بدیم. و 50% بقیه درآمدی رو که از مالیات اعضا به دست میاریم صرف کارهای اقتصادی بکنیم و این کارهای اقتصادی سهامش هر سال تقسیم بشه به کسایی که عضون. یعنی کسایی که امسال مثلا اگه 10,000 عضو داریم، 10,000 سهام تقسیم بشه به 10,000 نفر. اگه سال بعد 5,000 نفر اضافه شده، 15,000 سهام تقسیم بشه به این 15,000 نفر. یعنی کسایی که زودتر عضو میشن و بیشتر مالیات میدن، اینا بالاخره سهام بیشتری داشته باشن. در این شرایط هست که ما میتوانیم با اون جمع کردن اون ثروت، جمع کردن اون پول، بتونیم یک فعالیت اقتصادی رو در آمریکا و اروپا و کشورهای مترقی ایجاد بکنیم که هم وزن سیاسی داشته باشیم، همین که بتوانیم شبکه‌های خبری و شبکه‌های سیاسی خودمون رو خودمون تغذیه بکنیم، وابسته به کشورهای دیگه نباشن که اگر با ایران کنار اومدن جلوی فعالیت‌هاشون گرفته بشه. امیدوارم شما هم مشارکت بکنید در بحث، کمک بکنید، دست به دست بکنید، برسه به دست کسایی که فعالن در این زمینه، بشینیم صحبت بکنیم. یک ایده ناپخته است، دوستانم که شما هم نظراتتون رو بدید، شما هم همکاری بکنید و اگر تونستید دست به دست بکنید کسایی که علاقه‌مندن به این کارها، همکاری بکنن و بتونیم راهی رو پیدا بکنیم برای اینکه دولتی رو درست بکنیم که احساس تعلق بهش میکنیم. متاسفانه هر گروه سیاسی که ادعا میکنه میخواد رهبری جنبش آزادی خواهی مردم ایران رو به دست بگیره، نمیتونه درصد خیلی زیادی از مردم رو دور خودش جمع بکنه، به دلیل اینکه به اصطلاح مردم زرنگتر از اون چیزی شدن که بخوان جان فدایی بکنن کسی دیگه شاه بشه، بخوان جان فدایی بکنن کسی دیگه رهبر بشه. یه مقدار سخته که مثلا مردم رو برای این دولت قدر قدرتی که الان در حاکمیت هستش تشویق بکنیم که همچین دولت قدر قدرتی رو به کسی دیگه بده. باید یک آلترناتیو دیگه پیاده بکنیم. امیدوارم کمک بکنید که دست به دست بشه، به دوستایی برسه که میتونن کمک بکنن و میتونن هم فکری بکنن، میتونن این فکر رو پخته تر بکنن و بتونیم این همکاری رو با همدیگه داشته باشیم. به امید دیدار شما در ایرانی آزاد و آباد و دموکرات.